ویارم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په استازولۍ د سولې د مذاکراتو د پیل په مراسمو کې ګډون لرم. دې مهمې او تاریخي غونډې ته ستاسو د راتک هرکلی کوم او د جمهور رئیس جناب محمد اشرف غنی سلامونه تر تاسو رسوم. دعا کوم چې لوی خدای دې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده. د سولې د تامین په لاره کې د قطر هیواد له هڅو څخه مننه کوم. په خاص ډول د نننۍ ناستې د جوړېدو او د سولې د مذاکراتو د لومړی پلاوو د کوربهتوب له امله. د طالبانو له تحریک څخه هم د زړه له کومې مننه کوم چې سولې ته د رسېدو لپاره زموږ د ستر ملت غږ ته مثبت ځواب ورکړل او د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره مذاکراتو ته چمتو شول. په اطمینان سره ویلی شوم چې زموږ ګران هیواد تاریخ به له نن ورځ څخه د جنګ د خاتمې او د خلکو د درد او ویر له پای ته رسېدو هرکلی وکړي. درنو حاضرینو، قدرمنو، میلمنو، موږ د اسلام مقدس دیم د احکامو پر بنسټ او د خپل سرلوړي ملت د آزاد ارادې او برحق غوښتنو سره سم د باعزته او تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره په مرام دې هیواد ته راغلي یو. موږ په هیواد کې د څلوېښت کلنې وینې بهېدلو د درېدو او سرتاسري سولې د ټینګښت په موخه د طالبانو له تحریک سره صادقانه مذاکراتو په هدف له پاک نیت سره راغلي یو. زموږ د خلکو مشروع غوښتنه او د سولې هدف دا دی چې له سیاسي لارې هر ډول جګړه او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. زموږ خلک پر اساسي قانون ولاړ نظام او د ثبات ټینګښت غواړي، ځکه چې د نظام د نشوالي له امله یې سخت مصیبت تجربه کړی دی. روانی جګړه د جنگ له لارې ګټونکي نه لري، اما د ملت له ارادې سره سمه سیاسي حل لاره هیڅ بایلونکی نه لري. موږ دواړه، یعنی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک، د خدای تعالی پر وړاندې مسؤلیت لرو سو خپل ګران هیواد له دې حتمي تباهۍ او نسل وژنې نه وژغورو. اوس چې د ملي اجماع تر څنګ سیمه او نړۍ د سولې له تامین څخه حمایت کوي، موږ نه باید دا تاریخي فرصت له لاسه ورکړو. موږ باید په څښتن تعالی توکل وکړو او دغه تاریخي فرصت څخه د یوې باعزت او تلپاتې سولې لپاره ګټه پورته کړو. موږ په دې هم پوهیږو چې باعزته او تلپاتې سوله هغه وخت راتلی شي چې زموږ د لوی ملت اراده پکې تمثیل شي او د یو بل نظرونو ته پکې احترام وشي. موږ دواړه لورې باید په ټول صداقت د خپل ملت آزادې ارادې ته درناوی وکړو او ورته غاړه کېږدو. زموږ ملت د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې آزاده اراده لري او په کاملې پوهې، ټینګ ایمان او عزم پریکړې کوي. د سولې عزت او پایشت د ملت له ارادې څخه راځي او موږ باید ثابته کړو چې له دغه اصل سره ژمن یو. درنو حاضرینو او د طالبانو د تحریک محترمو استازو، د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې لپاره تعهد خپل دینی او تاریخي مسؤلیت ګڼلی. په تیرو څو کلونو کې مو د سولې لپاره پراخې هڅې کړي. د سولې مشورتي لویې جرګې دایرول، د ملي او سیمه ییز اجماع لپاره هڅې، د ملي او سیمه ییزو کنفرانسونو جوړول، د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو او د هیواد په کچه د علماوو بې ساري کنفرانس او د هغوی له لورې د جګړې د پای ته رسېدو د فتوا صادرول د دې هڅو ښکاره بېلګې دي. دغه راز د ملي مصالحې د عالي شورا رامنځته کېدل
او د مذاکراتو لپاره د ملي ټیم اعلانول د سولې لپاره زموږ د اقداماتو برخه ده. په اخترونو او نورو دینی او ملی مناسبتونو کې د سولې او اوربان لپاره مو غږ پورته کړی ده. له نیکه مرغه چې تاسو هم درې ځلې د اوربان غږ راسره بدرګه کړ او د هیوادوالو ته مو د اختر په مبارکو ورځو کې آرامۍ ور وبخله. دې ټولو اقداماتو له موږ څخه قرباني هم اخیستې دي. د سولې په لاره کې مو یو ملي ستر جهادي مشر استاد برهان الدین ربانی شهید شو. یو بل جهادي او روحاني شخصیت پیر سید احمد ګیلانی د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د سولې لپاره هڅې وکړې. د دې ترڅنګ مو د سولې د عالي شورا او د سولې د لوی جرګې ځینې غلي له لاسه ورکړل. کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو، خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې. خو متاسفانه له هغه وخت څخه تر نن ورځې پورې په دې جګړه کې څه د پاسه دولس زره افغانان وژل شوي او شاوخوا 15,000 نور ټپیان شوي دي. موږ د سولې لپاره د خپلو زندانونو په لوی شمېر ستاسو زندانیان خوشې کړل او له تاسو څخه هم مننه کوم چې د دولت اسیران مو را پرېښودل. نن په داد سره ویلی شو چې هر آزاد شوی بندي په کور کې خوشحاله ده، په کور کې خوشحالي ده او د خدای تعالی شکر ادا کیږي. خو موږ کولای شو چې د سولې د اوسنۍ مذاکراتو په بریالي کولو، د اوربان په اعلانولو او د جګړې په پای ته رسولو سره دا خوشي د هر افغان کور ته ورسوو. که با عزته او تلپاتې سوله راولو، د خپل وطن استقلال، آزادي، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا وساتو او د اسلام د سپېڅلي دین د اعتقاداتو او احکام سره سم ولسواکه او ټولشموله نظام چې پر اساسي قانون ولاړ وي ټینګ کړو، چې پکې زموږ د ټولو خلکو، خویندو او ورونو، د اقلیتونو او د جګړې د زیانمنو شویو حقوق وساتي، نو موږ دواړه لورې به د سولې اتلان یو. باور لرم که موږ ټول په صداقت او رښتینوالۍ یو بل سره د ورورولۍ لاس ورکړو، د غم اوسنۍ خور شوې ټغر به ټول او د هیواد ته به تلپاتې سوله راولو. حضار گرامی، من و ایت امراه هم به نمایندگی از نظام سیاسی که مورد حمایت بیلیون‌ها مرد و زن این سرزمین قرار دارد و از تنوع فرهنگی، اجتماعی و قومی افغانستان نمایندگی می‌کند، به دوحه آمده ایم تا فرایندی را رقم بزنیم که دروازه جنگ، رنج و مصیبت را برای همیشه بسته نماید و درب صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز را با هموطنانی که از فکر دیگری نمایندگی می‌کنند باز نماید. ما با نیت نیک برای تحقق صلح دائمی و مذاکرات و بحث‌های صادقانه برای رسیدن به توافق جامع میان دو طرف به اینجا آمده ایم. ما می خواهیم تمام مردم افغانستان بار دیگر زیر یک سقف واحد و بعد از 42 سال فراز و فرود، تجاوز، جهاد و مقاومت متحد شود. روایت ها و برداشت ها شاید متفاوت باشد، اما همه ما می دانیم که در جریان این سالها چه اتفاقی افتاده و اکنون در کجا قرار داریم. ما در این مرحله باید از فرصت استثنایی که برای صلح به دست آمده استفاده نماییم و آینده جدیدی را که مورد قبول و حمایت تمام شهروندان افغانستان باشد مشترکاً تعریف نماییم. جا دارد در این نشست تاریخی از ایالات متحده آمریکا در زمینه‌سازی برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان و تلاش‌های همه جانبه ایشان تشکر و قدردانی نماییم. اتحادیه اروپا، بریتانیا، جمهوری فدرال آلمان، جمهوری فرانسه، جمهوری ایتالیا، دولت شاهی ناروی، سویدن، دنمارک، همچنان ژاپن، کانادا و استرالیا از دوستان و متحدان افغانستانند و در کمک برای کشور ما و آوردن صلح نقش عمده ایفا نمودند. ما صمیمانه از همهشان تشکر و قدردانی میکنیم. کشورهای همسایه و متحدان منطقه ما
جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری ترکیه، جمهوری هند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اندونزیا، جمهوری مصر، جمهوری ازبکستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکمنستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری آذربایجان برای آوردن صلح و رفاه با ما مشترک کار و تلاش نمودند. خانم ها و آقایان، به شما اطمینان می دهم که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از جریان های سیاسی، احزاب، شخصیت ها و اقشار مختلف برای مذاکره به قطر آمدند. برگزاری لوی جرگه صلح و حمایت همه جانبه نمایندگان مردم از تلاش های صلح، عزم و اراده همگانی را در حمایت از هیئت مذاکره و تلاش های صلح به نمایش می گذارد. باور داریم که حفظ و توسعه دستاوردهای 19 سال گذشته ملت افغانستان می تواند ما را در ساختن یک نظام متکی به اراده مردم که ثمره سالها مبارزه و جهاد برحق و مقاومت بی‌نظیر مردم کشور در 4 دهه گذشته می باشد کمک نماید. یقین کامل داریم که صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان باعث اتحاد بزرگ ملی برای تأمین ثبات پایدار در کشور شده و قدرت و توان دفاعی و امنیتی کشور را در برابر تهدیدات داخلی و بیرونی به مراتب افزایش می دهد. ما عقیده راسخ داریم که صلح با عزت و پایدار زمانی تأمین شده می تواند که متضمن حفظ استقلال، آزادی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مشارکت سیاسی فراگیر باشد و از حمایت همه جانبه ملت افغانستان برخوردار باشد. صلح پایدار زمینه برگشت میلیون ها هموطن مهاجر را که سالها در غربت با سرنوشت نامعلوم روبرو می باشند دوباره به سرزمین پر افتخار آباییشان مساعد ساخته و مشارکت آنها را در نظام تضمین می نماید. من به خوبی بیاد دارم چگونه شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی به خاطر عشقی که به صلح داشت بدون سلاح و با یک محافظ برای مذاکره و ملاقات با رهبران طالبان به میدان شهر رفت تا رای حل مسالمت آمیز سیاسی را برای بحران کشور پیدا کند. اما متاسفانه ما نتوانستیم در آن مرحله به دلیل اوضاع و شرایطی که از اداره ما بیرون بود به صلح و توافق دست یابیم. بیایید امروز اجازه ندهیم تا بار دیگر فرصت از دست برود و جنگ به درازا بکشد. حرکت به طرف آینده بهتر نیازمند گذشت، اولویت دادن به صلح به جای جنگ و توافق برای بحث روی قضایای اختلافی می باشد. ملت‌های دیگر نیز چنین تجربه را در تاریخ خود دارند. مطمئن هستم که به کمک خداوند و درس از گذشته ما می توانیم در مسیر صلح و آشتی گام‌های مؤثری برداریم. لازم نیست ما بالای هر یک از قضایایی که در پیش روی ما قرار دارند 100% توافق نماییم. ما می توانیم گزینه‌های مختلف و راه حل‌های وسطی را مطرح نماییم که زمینه توافق روی نقاط اساسی و مرکزی را فراهم سازد. ما باید متوجه شکست و انتخاب‌های بد با پیام‌های فلاکتبار آن باشیم و از رفتن به این مسیر با تمام توان و قیمت جلوگیری نماییم. نه تنها مردم افغانستان بلکه دوستان خیرخواه ما در سراسر جهان از ما توقع دارند تا خشونت را کنار بگذاریم. هر چه زودتر به یک آتش‌بس دائمی توافق نماییم، بالای یک اجندای جامع توافق کنیم تا مذاکرات مشترک به صلح مورد قبول برای همه منتهی گردد. مسائلی مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، مردم سالاری، انتخابات، آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها، حاکمیت قانون، حقوق مدنی و حقوق بشر از دستاوردهای بزرگ مردم افغانستانند. ما مسئولیت داریم تا نهادهای ملی خود را به شمول نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان که در طی 19 سال اخیر قوام یافتند حفظ و تقویت نماییم. مطمئن هستم
که ما می توانیم با یک دیگر حرف بزنیم، با یک دیگر خود گوش فرا دهیم و درباره دیدگاه ها و موضع های خود استدلال کنیم و همچنان به اختلاف نظر و دیدگاه های متفاوت یک دیگر احترام بگذاریم. ما خواهان اعلان آتش بس بشردوستانه می باشیم. اعلان آتش بس بشردوستانه سبب می شود تا کمک های بشری و برنامه های توسعه‌ای به تمام بخش های افغانستان برسد و مردم ما از آن مستفید گردند. حفظ زیربناهای ساخته شده در کشور از وظایف همه ماست. پروژه های بزرگ زیربنایی به گروه خاصی تعلق ندارد، بلکه به نفع تمام مردم افغانستان می باشد. ما مطمئن هستیم که روز جنگ خاتمه پیدا می کند و همه مردم می توانند در تغییر وضعیت اقتصادی کشور سهم فعال بگیرند. در سالهای اخیر تغییرات زیادی در زندگی مردم ایجاد گردیده است. برگشت به گذشته برای مردم افغانستان دیگر قابل قبول نیست. تحقق آرزوی افغانستان با عنوان نقطه وصل منطقه و استفاده از فرصت‌های موجود در کشور و در منطقه منوط به صلح می باشد. این تحول می تواند نقش عمده‌ای در بهبود وضع اقتصادی مردم منطقه ایفا نماید. فقر و بیکاری ریشه در جنگ دارند. صلح در افغانستان سبب جلب سرمایه گذاری می شود. از همکاری جامعه بین المللی برای افغانستان تشکر و قدردانی می کنیم. افغانستان به ادامه کمک های شما نیاز دارد. امیدواریم همکاری های جامعه جهانی با کشور ما در مرحله پسا صلح نیز ادامه یابد. آرزوی ما این است تا ما در صلح با همسایگان خود و در همکاری با جامعه جهانی زندگی کنیم و اجازه ندهیم دیگر تروریست‌ها از خاک ما استفاده نمایند. با این آرزو ما دست دوستی و همکاری را به سوی همه همسایگان خود دراز کرده ایم. ما باور داریم با دست یافتن به صلح دیگر نیازی به حضور نیروهای خارجی در کشور دیده نمی شود. اما باید با هم این شرایط را ایجاد نماییم. با در نظر داشتیم که قیمت جنگ به افغانستان محدود نمی ماند، بلکه تهدید است برای منطقه و فراتر از منطقه. به این اساس از تمام کشورهای دور و نزدیک می خواهم تا کشور ما را در رسیدن به صلح همکاری نمایند. خانم ها و آقایان، یک بار دیگر صمیمانه از کشور دوست قطر و دوستان بین المللی که در این سالها در کنار مردم ما ایستادند تشکر و قدردانی می کنیم. امیدواریم با همکاری و سهمگیری فعال در این مسیر صلح و ثبات را به یک واقعیت ماندگار تبدیل نماییم. ما باور کامل داریم که ادامه این جنگ ویرانگر برنده ندارد. ما باور کامل داریم که ادامه این جنگ ویرانگر برنده ندارد. اما آنچه واضح و قابل پیش بینی است که رای حل سیاسی و مسالمت آمیز بر اساس اراده مردم شریف افغانستان قطعاً بازنده ندارد. به یاری خداوند بزرگ، با کامیابی مذاکرات صلح ملت واحد افغانستان از آتش جنگ و خاکستر بربادی یک بار دیگر با عظمت و سربلندی بیرون آمده و با پای خود خواهد ایستاد. رسیدن به این آرمان قربانی از خودگذری، وفاداری به منافع ملت را از هر دو طرف مذاکره می طلبد. صرف نظر از این که به کدام طرف مذاکره تعلق داریم، باید من حیث یک ملت واحد و متفق عمل کنیم. زیرا اتفاق و اتحاد امروز ما به عنوان یک ملت واحد متضمن بقای خود و نسلهای آینده ما و افغانستان با عزت می باشد. تشکر از توجهتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.